سلام استاد. سلام. حال شما؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدین. لطف کردین. وظیفه‌ام. زحمت کشیدین. ممنونم. متشکرم. در خدمت استاد طاهر نبی‌زاده هستیم از پیشکسوتان هنر طراحی سنتی تصحیب که امروز قبول زحمت کردن که ما رو بیشتر با سیر تکامل تصحیب و دوره‌های مختلفی که تصحیب در آن شکوفا شده آشنا کنند در موزه قرآن و نفائس آستان قدس رضوی. دوره کتابتایی که می‌بینیم مربوط به قرن‌های اوایل مثل دوره قرن سوم، چهارم اینا هستش که شروع تصحیب از نقطه‌های رنگی بر روی خطوط کوفی گذاشته می‌شده که از قرن دوم و سوم هجری قمری بوده. این تحول در قرون بعد به صورت گل آیه‌ها که جدا می‌کرده آیه‌ها رو به صورت نقش گل که با رنگ طلا و طلا اندازی بوده که اینجا ما میبینیم نمونه هاشو. شروع تصحیب از این نقطه های رنگی شروع میشده که بعد نقطه های رنگی یواش یواش میاد به سرسوره ها که باز طلا اندازی بر روی خطوط بوده، یعنی سوره مثلا فرض کنیم بقره رو با طلا اندازی میکردن که در ما بین آیات گذاشته میشده. سرسوره ها از روی این طلا اندازی روی این خطا بوده که خط اون به حساب اسم سوره رو با مطلع کردن یا طلا اندازی کردن به عنوان یک سرسوره نمایش میدادن که بعد از اون در دوره‌های بعد دوره سلجوقی این سرسوره ها یه خورده تبدیل به نقوش گره و نقوش تزئینی از نباتات، اونم باز بر روی زمینه طلا انجام شده که حالا انشالله بریم جلوتر ببینیم نمونه‌هاشو میتونیم ببینیم. و حتی اینجا مثلا من میبینم این کار رو نقشای نشان بود که در حواشی قرآن به کار میرفته به صورت شمسه، تورنج که نشان دهنده به حساب شروع جزء هست، حذف هست یا محل سجده هست که خط به حساب اسم سوره رو به سفیداب کار شده و طلا اندازی کرده. ما یه خوردم روی این کتابت ها نمیشه تمرکز کنیم چون در هر دوره اینها جابجا شده. مثلا کتابت شماره قرن دو بوده، تصحیب شماره قرن مثلا سه بوده و این جابجایی ها رو بوده. شروع تصحیب از همون نقطه های رنگی، گلایه ها که فاصله بین آیات که الان شماره میذارن ولی اون موقع به صورت گل های نباتی بوده، بعد سرسوره ها که به صورت طلا اندازی بر روی خط و بعد به صورت کتیبه‌ای که جدول کشه میشه و این در دوره سلجوقی شروع میکنه به نقش. نقش های ما هم اون موقع گره بوده، نقش نباتی یا اسنیمی هایی که الان ما میبینیم نبوده. خب این شروع کار بوده که در قرن سوم، چهارم این گره بندی ها کامل میشه. این هنر میاد روی جلد های چرمی ما که در دوره تیموری و در دوره سلجوقی که قبل از تیموری است به صورت ضربی کار شدن تا میرسه به ابتدای کار که گلها و نباتات هستند. این در دوره سلجوقی بوده. این کار به صورت یک نقش به حساب تجریدی یا نقش خلاصه شده از گیاهان خلاصه شده؟ آره. مثلا فرض کن درخت سرب برداشتی که شده از اون به عنوان ماهیچه یا اون نقشی که به عنوان چنگ و بند هست به روی اسلیمی هست که این از دوره سلجوقی در گجبوری ها، در آجرچینی های ما و در حجاری و منبت ما به کار می رفته. تصیب پس ما از دوره قرن سوم میاد روی کاغذ و بعد شروع میشه به تحول این که یعنی شروع اصلی این نقشش از دوره سلجوقیان هست. ببینید اینجا اون سرسوره‌ای هستش که ما طلا اندازی بر روی خط رو داریم. بله. این خودش شروع کاره، یعنی اولین تکنیک که به وجود اومده طلا اندازی بوده.
تطابق، چه به صورت خط مطلع، چه به صورت گلایه هایی که ما بین آیه ها گذاشته میشه. بعد ما یک سری تصاویر داریم، نقشایی داریم به صورت شمسه، تورنج که به عنوان نشان هستن. نشان هم که در قرآن مشخصه که به عنوان شروع به حساب سوره هست، یا به عنوان شروع حزب هست، جزء هست، یا محل سجده هست، به صورت یک گل کار میشده. حالا اون موقع مطلب نوشته نمیشده، فقط اشاره همون نقش بوده، ولی خب در دورهای بعد اون مطلب نوشته میشده که جزء چند هست و به حساب مربوط به چه اتفاقی میخواد در اون قسمت بیفته. بله، حالا در دوره‌های بعدش که اتفاق می‌افته، در دوره‌های مخصوصاً دوره تیمور، ما این هنر رو یکم غنی‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌بینیم. در دوره تیمور این نقوش، البته اینجا الان ما این کاری که داریم می‌بینیم ما رو مربوط به اواخر دوره تیمور هست. چرا؟ چون نقش‌های نباتی ما همراه با اسلیمی‌ها اومده. اصطلاحاً بهش میگن مرصع، که نقوش رنگی یعنی نباتی بر روی زمینه طلا انجام می‌شده، که اصطلاحاً بهش میگن مرصع یعنی نگین کاری شده. بنا به نوع شکلایی که انجام میشه، نیم ترنجی هست، ترنجی هست، قلمدانی هست و بازوبندی و شکلهای دیگه. در دوره تیمور نقوش اسمی بیشتر به کار می‌رفته و نباتی یعنی اون گیاهان کمتر بوده. که حالا اگه بخوایم توضیحات کلی بگیم برای تصحیح، یک سری فضاهایی رو داره که باید جدا جدا راجبش صحبت کرد. یکی از اون فضا حاشیه کار هست که متن کار رو محاصره میکنه یا در بر میگیره که متن از فضای بیرون جدا بشه. خب ابتدای این نقش حاشیه ما جدول ها بوده که با نقوش گره در دوره سلجوقی و بعد تحول اون در دوره های بعدی به صورت بافت‌های بیشتر و به صورت نقوش نباتی خیلی مختصر انجام می‌شده که بر روی طلا هم انجام می‌شده. حالا هر کدوم از این حاشیه بندیا باز اسمای خاص خودشه داره، بنا به شکلایی که داره به حساب تشکیل میده، مثل تورنج، نیم تورنج، نیم شمسه، قلمدانی. اینا اصطلاحات این تصنیف هست. پس ما در دوره تیمور این هنر رو کامل‌تر می‌کنیم، یعنی با نقوش اسلیمی. استاد، یه سوالی که داشتم، این خود کلمه تذهیب معنی خاصی داره؟ بله بله، ببینید، ذهب یعنی طلا اندازی، یعنی کاری که با طلا انجام میشه به عنوان ذهب یا تذهیب گفته می‌شده. چون این نقشه هم با طلا بر روی صفحه کاغذ انجام میشه، این اصطلاح بهش اطلاق میشه و از همون موقع هم دیگه به نام تصیب شناخته میشه. و الا در از تصیب یک سری نقوش تزئینی رنگی هستند که بر روی صفحه کاغذ یا روی پوست آهو که در قدیم بوده اجرا میشده، که عمدتا رنگ هاش رنگ های طلا و لاجورد بوده. ما بقیه رنگ ها رنگ های فرعی کار بوده که برای نقوش خود گل ها و گلایه هایی که گذاشته شده، نیم ترنجی که کار شده، حواشی که به صورت ترنجی کار شده. این که میگیم ترنجی یعنی ترنج های در داخل اون حواشی کار شده. در قسمت سرلوها که دو تا هستش، در قسمت بالا پایین با عنوان سرلو مزدوج که اسم سوره، و در پایین هم که آیه به حساب لایمسهو هستش، چیزهای مختصر مثل نگین، مثل ستاره چی میشده، درخشان میشده تو اون فضای آبی لاجورد که بعداً اضافه شده. بعداً اضافه شده که اینا آره، مرحله به مرحله نقوش ما کامل میشه. که در دوره صفویه که اینجا الان ما یک کار رو میبینیم، اوایل دوره صفوی و اواخر دوره تیموری که دیگه واقعاً این کار یعنی اوج شکوفایی فضاسازی، هماهنگی نقش ها با فضا و ترکیب یا تلفیق اسلیمی ها و خطایی هاست. از
اواخر دوره تیمور به دوره صفوی حالا چه تحول میفته؟ نقوش نباتی و اسکیمیای ماست که تنوع زیادی پیدا میکنه. اینا با هم تلفیق میشن؟ بله، تلفیق میشن، تو هم ادغام میشن و بافت‌ها یا فضاهایی رو به وجود میارن. پس ما در دوره صفوی تحول نقوش داریم. درست. در قبلش نقوش به وجود اومد، در دوره صفوی این دیگه تحول پیدا کرد. به وجود میاد که چه شکلایی رو صورت بگیره، مثل اسلیمی های مثلا در دوره تیموری اسلیمی توپر بوده یا توخالی بوده فقط، ولی در دوره صفوی پیچکدار اومده، برگی اومده، درنجدری اومده و کل نقشای دیگه، یا گلها شکلای مختلفی گرفته، پروانه اومده، فرفری یا پیچکدار اومده، شاه عباسی ها اومده، برکناری ها اومده، همون گل‌ها یه خورده تحول پیدا کرد و نقوش رو به حساب کامل تر کرد. این باعث شده که خیلی تنوع زیاد و کنار هم که قرار گرفته، نقش‌های متنوع، ظرافت‌های بیشتر، چون تصویب یعنی اون ظرافت، یعنی زیباییش به همون ظرافته، هر چه ظریف‌تر و ریزه‌کاری بیشتری داشته باشه اوج خودش رو به حساب می‌بره بالا. بعد میاد تو دوره های زنگیه، افشاریه، قاجاریه که در اینجا باز یک سری اتفاق هم میفته. مثلا ببینیم ما اینجا کاری رو که داریم، این سرسره باز مربوط به همون دوره سلجوقی میشده که البته اینجا یکم تعریف شده و تغییر کرده، چون دست معاصر یا دست همون تقریبا چند سال بعد از اون رو به حساب اومدن کار کردن. اگه این مربوط به دوره مثلا فرسون سلجوقی بوده، بعد از 50 سال اومدن این تصیب رو روش انجام ده، همزمان نبوده اینا. حالت مرصع، مرصع اینی که نقوش رنگی، یعنی گلهای رنگی بر روی زمینه طلا و تمام کار بیشتر با طلا هست. فقط یک سری جزئیات از نقوشی مثل گلها یا برگها یا اسلیمیها نقشای رنگی داره که مثل نگین دیده میشه. مرصع یعنی نگین کاری شده، این اصطلاحیه که در اون کاری که انجام میشه داده میشه، ولی بازم همون تصیب هست. خب در این دوره چون صنعت چاپ میاد توی کار و یه خورده سرعت عمل لازم بوده که سریعتر به این نتیجه برسن. آره، مثل قدیم یا در دوره صفوی، دوره تیمور، این هنر بیشتر جنبه تشریفاتی نداره، جنبه یک کار اثر فاخر بوده که به حساب داده بشه به اون بزرگ اون مملکت. خب رون کار میکردن، رون فکر میکردن، نظر میدادن، نه یک نفر، چندین نفر وقت میذاشتن و اون کار انجام. ولی در دوره های بعد مثل افشاری، زندیه و قاجار، این هنر به سرعت تبدیل میشه. بود اون حرکات، شاید خیلی از هنرمندایی که در اون دوره بودن، یک عده معدودی از اونها مثلا خیلی سعی میکردن دقیق کار کنن، ولی بیشتری ها جنبه سرعت بود و سریع تموم بشه بدن بره و تشریفاتی بوده. فقط یک اشاره از یک هنر ایرانی بوده که مثلا ما الان تو صنایع دستیمون اینو داریم که فقط شبیه سازی میکنه، که در اینجا او اتفاق هم میفته که باعث میشه نقش های ما، نقش های فقط فضاسازی خوب داشته باشه، ولی نقش هامون یواش یواش به افول تبدیل میشه، پختگی رو نداشته باشه، اون پختگی قبل رو پیدا نمیکنه، ولی ظرافت سر جاشه، تقسیم بندی فضاها سر جاشه، فقط نقوش ما یکم تغییر میکنه توی کارا. استاد ببخشید میخواستم ببینم این سرلوحه مال چه دوره ایه؟ این سرسوره است. سرسوره که این اون جایی که اشاره کردم در مورد سلجوقی و غزنویان ها، شروع اون کتیبه هایی که مطلع بود گفتم انجام شده، این همونه. حالا البته این یه خورده باز دستکاری شده روی کار، یعنی مربوط به اون دوره قدیم هست، ولی یک تغییرات توی کار هست، یعنی مشخصه بین یک قرنی کار شده که خواسته از اون هنر قدیم استفاده کنه، مثل اینه که مثلا من میخوام کار کنم ولی بر اساس دوره تیمور تو دوره معاصر کار کنم، یک همچه حالتی بوده. ما داریم مشابه اینها رو که دقیقا ما رو همون دوره هست که متوجه میشین که اون نقش ها نقش های دوره صفوی و
چه گره‌بندی‌هایی هستش که انجام میشه. فانوسی روشن در دنیای تاریک میتابد بر آفاق خروشید، با آوازی بر لب، با پیمانی در دل، با چشمانی مشتاق خورشید. به گلستان که رسیدی قدم تو سفر از دل، به خدا بود ای خورشید. تو بهشتی پر از ایمان که دمیدی به سنابات، به خراسان ای خورشید. تو بهشت زمین رها شده ای. فانوسی روشن در دنیای تاریک میتابد بر آفاق خورشید. تو بهشتی پر از ایمان که رسیدی به شب غربت انسان، تو بهشت زمین رها شده ای. شام بارگاهت، صبح سخاوت و داد، وی دولت کریمت، فتح جهان فخر خسروان است، این شوکت جهان است، گنجی از آسمان است، میراثی از سنابات، از نفخه بهشتت، از خط سرنوشتت، شوریست در دل ما هرگز نرفته از یاد،
از نفخه بهشتت، از خط سرنوشتت، شوری است در دل ما، هرگز نرفته از یاد.